از اول باشه. تو مهم نیست داد. یو. الو. آلبوم دیگه تا یکی دو هفته دیگه داره میاد بیرون. دیگه با رادیو جوان گفته بودیم که سوالایی که بچه‌ها دارن رو بپرسن. مثلا چند تاشون رو به صورت کاملا رندوم میخونیم الان، سعی میکنیم جواب بدیم. من قبل از اینکه حالا بری بریم سراغ سوالا، خیلی بچه های مختلف خیلی سوال راجع به این زد بازیه، این چه آلبومی ما منتظر چی باشیم، کی هست، چرا سهراب هست یا نیست، مهرات هست یا نیست. یه چیزی که این راجع به توضیح کلی قبل از اینکه بریم سراغ دونه دونه سوالا اینه که این آلبومو در واقع چون من و علیرضا و نسیم با هم دیگه شروع کرده بودیم کارمون رو 10 سال پیش، جدا از هر چیز دیگه ای فکر کنم که الان وقتشه که بعد از این مدت دوباره یه کاری همه ستایی کنار هم بکنیم، چون خب خیلی آزادی‌های بیشتری داریم تا تحت اسم تا وقتی که زیر اسم زد بازی هستیم، کارهای متفاوت تری میتونیم بکنیم و این آلبوم زد بازی نیست به هیچ وجه. بر همین کسایی که هی میپرسن پس زد بازی نیست که نمیشه، اگه این نباشه اون نباشه، این زد بازی نیست. شما هم لطفاً کسی به عنوان آلبوم زد بازی نمیخوایم که گوش بکنه، چون ممکنه مثل کاملا چیزای متفاوت تری رو یعنی بشنوه. نمیدونم تو چیزی کامنتی داری رو این؟ نه دیگه، چون به هر حال گروه های مختلف هم ممکنه دوتاشون بخوان برن یه کار جدید بکنن، یعنی آزادتر بودیم اینطوری، همه خیلی راحت تره تا اینکه بخوایم همش همه رو بکنیم. آرمان قائل سوال خیلی مهم کرده که کی میان آبادان یک کنسرت بذاریم. نمیدونم، فکر کنم از تهران استادیوم آزادی اگه بتونیم ریزی شروع کنیم بهتره، ولی حتما آبادان هم میایم، وگرنه خیلی وقتا اون بر آب هستیم اگه خودشو برسونه در خدمتش هستیم. چرا یک کلیپ خفن نمیسازین؟ فرسین 7 پرسیده. مثلا تا بستون کوتاه. اتفاقا برنامه کلیپو داریم. آهنگ قدیمی نه. آره. توضیح بدی راجبه. آره ویدیو هم اول اردشیر گرفته بود چیز ویدیو پروژه رو، ولی خب یه سری اتفاق افتاد، اون داد به مجید تو تهران که مجید تموم کنه ویدیو رو. نای ریکا گفته که ای رضا منظورت از داستانه که تو آلبوم میگین چیه؟ خب آهنگ پرسونال نداشتیم خیلی ما توی قبلن که راجب بوزمر و اینا حرف زدن، همیشه سوژه داشته آهنگا و تو این آلبوم یه ذره بیشتر راجب خودمون و اینا حرف زدیم. فکر می‌کنم مثلا اینا خود نوشتیم، اونا خود بودن چرا. آره وسط آلبوم داشتیم آلبوم تمام می‌کردیم، فهمیدیم نسیم هم داره بچه دار میشه و اینا، گفتیم خیلی باحاله اگه یه آهنگ بنویسیم، چون هم به اسم آلبوم می‌خورد، هم یه آهنگ درست کنیم راجع به این قضیه که درست کردیم که در واقع نسیم توش داره با بچه‌ای که یعنی هنوز به دنیا نیومده حرف میزنه و ما هم حرفایی که با این بچه قبل از اینکه به دنیا بیاد دیگه چون هم علیرضا هم گفت دیگه نسیم هم داره بچه دار میشه و واقعا مرسی از نسیم که با تمام بالاخره سخت از لحاظ هم فیزیکی هم روحی، ولی تمام آهنگا رو الان که دارم یعنی داریم اینو ضبط می‌کنیم تمام کردیم بدون نسیم نمی‌تونستیم و کار کنیم. اگه نسیم بود حتی این ایده ای که ما همه برگردیم به اصل جایی که همه چی شروع شده نمی‌شد، چون فکر کنم بچه‌ش اصلا در اومده پایینه. آره بچه تمام شد خوش رو هیکرم که نمیخواد چیز جواب بده. نه نگفتم نشه خیلی سر سوپر استاری. خب اول آهنگی که کانفرم شد و اصلا آلبوم شروع کرد پسر بعد بود، فکر کنم که یک سال خورده یه پیش ایدهش اومد و دیگه سیاوش شروع کرد نوشتن و اینا. بعد خیلی جالب بود که نداشتیم آهنگ از دیدگاه دختر، آهنگ یه ذره گنگستر رپی، بر همین کورنل هم خیلی صداش می اومد به این مدد آهنگا، بر همین اون رو انتخاب کرد.
تهران مازراتی آهنگ تهران مازراتی با علیرضا که یعنی نوشته بودیم و ساخته بودیم دیگه گفتیم بسته دیگه اسم آهنگ رو نذاریم تهران دیگه انقدر تهران خوندیم که دیگه زیادی میشه ولی ترمن میشه که آهنگ اولین آهنگ که لاغل اجتماعی منو علیرضا اجتماعیه ولی چیزه دیگه همه تماممون آهنگایی که قبلا خوندیم و بردیم زیر سوال یعنی دیگه چون مثلا یه موقعی طرز فکرمون رو تهران یه مدلی بود ولی الان خب تهران عوض شده ما میذاره بزرگتر شدیم و اینو طرز فکرمون فرق کرد مثلا مطمئنم خیلی قراره خیلی از شما که اینو گوش میدین بعدا بگین شما که میگفتین تهران بله تهران فلانه چی شده همچین آهنگ رو دارین میخونین جوابی که دارم اینه که خب هم فکر آدم عوض میشه به با زمان و همین که شرایط اجتماعی یک شهر یک کشور عوض میشه بر همین اگه قرار باشه که ما تا 50 سالگی همون آهنگ راجع به تهران بخونیم یا مشکل ما خیلی مشکل داریم یا تهران خیلی مشکل داره یه اسم بگو که من نخندم بابا بگو آدرس 303 همینه به خدا اسما الا 860 بابا نخ نداریم یه رو سریع ببینیم 569 الا 860 گفته کی بزرگ میشیم فکر کنم من و علیرضا که هیچ وقت اونو ببینیم بزرگ میشیم بزرگ میشه اذا حامد گفته که پروداکشن آلبوم چجوری بود از نظر موزیکا اینا بعد این آلبوم خیلی سعی کردیم از بیتای قدیمی استفاده کنیم و بیتایی که من قبلا درست کرده بودم و بعد دو تا آهنگم AFX درست کرده بیتشو که یعنی با هم درست کردیم و اینا ولی اون دو تا آهنگ خیلی چون من همیشه دوست دارم آلبوم از موزیسین های دیگه استفاده کنیم و اینا ولی اون دو تا من فکر کنم خیلی جنب آلبوم رو چیز تر کرده که همه آهنگاش هم من درست نکنم به خصوص که فهم کنیم افکس خیلی سریعش شبیه ما هست و یکم مدرن کرده یکم آلبوم و آهنگاش هم خیلی آهنگای فان یعنی جدید و مدرنی هست آهنگ داریم با رپرهای دیگه چون بهزاد و کورنلا خب هر کدوم سه تا ترک فکر می‌کنم هستن نسیم هم که خب بیشتر چون آلبوم آلبوم خودمونه ولی یه آهنگ هست که سعی کردیم حالت ریمیکس توری باشه با رپرهای متفاوت که هفت خواننده کلا 8 تا رپرن توی که 8 تا رپرن حالا خودتون گوش می‌دین فکر می‌کنم که سورپرایز جالبی باشه باحال شد آهنگش خب مرسی از طرفدارای رادیو جوان که صداشون پرسیدن سعی کردیم اونایی که تونستیم جواب بدیم بگم امیدوارم که حال بکنین با آلبومو دیگه همین دیگه چکرم